غذای کودک دخترونه و پسرونه. یه سری پکای چرت و پرت و به درد نخور که صرفاً با خریدش برای بچه‌هاتون پولتون رو دور می‌ریزین، یا کاربردی و جذاب که اتفاق بدی نیستن. آها خیلی صادقانه، بعضی وقتا منوی رستوران اسنفود بالا پایین می‌کنی، با بعضی موارد روبرو می‌شی که نمی‌دونی دقیقاً چیه. امروزم دقیقاً رفتم سر وقت یکی از همون موارد، خرید و تست غذای کودک دخترونه و پسرونه فست فود 360 که پک غذاست به علاوه اسباب بازی شانسی به قیمت 104,900 تومان که نمیدونم کاربرد 900 تومانیه چیه. مثلا اگه 105 تومن بود ترغیب به خرید نمیشدیم، ولی الان چون 104,900 تومن و 100 تومن ارزون تره داریم به سمتش هجوم میبریم و دست و پا میشکنیم. نظر شما در مورد این قیمت گذاری چیه؟ آقا بالاخره بعد از 55 دقیقه رسید این ظاهر پکا که انصافا باحال و جذاب و بچگونه است، ولی الان کدومشون دخترونه است کدومشون پسرونه؟ از کجا باید بفهمم؟ یه بریم برای باز کردنش. آقا اینم از محتویاتش، یه پیتزای مثلثی با چنین شکل و ظاهر و بسته‌بندی، سیب زمینی سرخ کرده کوچیک هیولایی نارنجی رنگ و یا میوه کوچیک که اندازه نصف کف دست. واقعا تا نیده بودم انقدی چقدر کوچیکه، ولی هرچی باشه از اون نوشابه بهتره. البته وقتی نوشا میخونی حاوی 50% میوه طبیعیه، بقیه شکر و آب و این چیزاست. و اینم از پکای اسباب بازی شانسی که هنوزم مشخص نیست دقیقاً کدوم پسرونه است کدوم دخترونه. حالا بریم سر وقت تست غذاها ببینیم چه جوریان. یه پیتزای مرغ سبک مثلثی که بخش عظیمیش نان پیتزا و پنیر و قارچه و تیکای مرغش انصافاً حداقل از نظر من میتونست بیشتر باشه، ولی کیفیت مواد اولیه‌اش خوبه، ادویه زیادی نداره، کم نمکه که اینجوری حداقل برای بچه‌ها نسبت به پیتزای نرمال معمولی بهتره. و اینم از سیب زمینیش که حجم زیادی سیب زمینی سرخ کرده به نسبت حجم این بسته‌بندی گوگل مگولی هیولای نارنجی رنگ چپونده شده توش، و از اونجایی که هیچ راه خروج هوایی توش باز نیست کلاً سیب زمینی خمیری شکل شده و شلوول. پس برای بچهای سیب 360 باید یه فکری به حال این پک سیب زمینی بکنن، اینجوری خیلی خمیر شده. و اما برسیم به آنباکس جعبه‌های اسباب بازی. حقیقتاً باز کردن جعبه‌های اسباب بازی که نمی‌دونی چی توشه برای منم جذابه، چه برسه بچهای گوگل مگولی توی خونه. و این شما و اینم از پک اول که اینجوری که مشخصه اسباب بازی دخترونه است. بله اینجا رو ببین، دختر فنجون به دست، اسمش لیدی باگه، من تا نیده بودمش، نمیدونم چیه، اگه شما میدونین کامنت بذارین. باحال شکل و ظاهرش باحال، اینجوری باید سرهمش بکنین. آقا کچله، این کلاگیس و پستیج رو سرش میذارن و یه ماگو یه گیلاس هم دستشه که نشون میده ان شاءالله همیشه بساتش سروسات و شادی به راهه. دم شما گرم. آقا دختر بچهای پیج و همه دخترا کامنت بذارن که نظرتون در مورد این اسباب بازی گوگل مگولی چی. آقا اینم از جایزه پک پسرونه، دوست و همکار گرامی شزم. آقا فیلمشو دیدین؟ فیلمش باحال، نگاهش بکنید. ولی انصافا حداقل تا جایی که من میدونم شزم پتک نداشته، نمیدونم این پتک داره. در آخر خیلی خلاصه باید بهتون بگم ایده پکای دخترونه و پسرونه 360 خیلی باحال جذابه و میتونه برای بچه‌ها اتفاق باحالی باشه، ولی لطفاً توی بسته‌بندیاتون دقت بکنین که سیب زمینی سرخ شده‌تون خمیر نشه، مخلفات پیتزاتون یکم بیشتر بکنین که حداقل به بچه‌ها میذاره بیشتر حال بده، و توی پکای دخترونه و پسرونه‌تون هم یه تفاوت ظاهری ایجاد بکنین که من بفهمم کدوم دخترونه است کدوم پسرونه. دیگه نوبت شماست، حتماً برامون کامنت بذارین که نظر شما در مورد این پکا چی بود، شما برای بچه‌هاتون می‌خرید یا نه.